شب شما شنوندگان بخیر. شما شنونده رادیو آزادی زن هستید. با مراجعه به صفحه فیسبوک رادیو آزادی زن میتونید به آرشیو برنامه‌های رادیو آزادی زن دسترسی پیدا کنید. من نوشین قادری هستم و برنامه امشب رادیو آزادی زن رو تقدیم حضورتون میکنم. با مراجعه به وبسایت www.azadizan.net میتونید به وبسایت، نشریات و مقالات سازمان آزادی زن دسترسی پیدا کنید. در برنامه امشب رادیو آزادی زن با کوروش بخشنده سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهابات هستیم که در رابطه با کارگران دستگیر شده مهابات با ایشون گفتگویی رو خواهیم داشت.
این کارگران دستگیر شده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. با ما باشید با برنامه امشب رادیو آزادی زن. در سال 1391 سه نفر از کارگران عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در مهاباد دستگیر شدند و از اون زمان تا به حال در زندان به سر می‌برند. این سه کارگر به نام‌های محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آبخراباد همکنون در زندان مهاباد به سر می‌برند. خانواده‌های این کارگران در وضعیت معیشتی بسیار اسفناکی هستند. در همین رابطه با کوروش بخشنده، سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد هستیم و توضیحات بیشتر رو در این زمینه از زبان ایشون می‌شنویم. کوروش بخشنده، از طرف رادیو آزادی زن بهتون خوش اومد میگم و ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو آزادی زن گذاشتید. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز. کوروش بخشنده، اگر ممکنه مختصری از تشکیل کمیته دفاع از این سه کارگر، محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آبخراباد که در مهاباد دستگیر شدن، برای شنوندگان رادیو آزادی زن بدید و اینکه این کمیته اقداماتی رو که در دستور کار خودش برای آزادی اونها گذاشته چی هست؟ بعد از ابلاغ احکام صادره علیه محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آخرآباد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، از طرف خانواده این عزیزان طی یه اطلاعی نسبت به این احکام صادره اعتراض شد و از کارگران و فعالین کارگری و تشکلات مدافع حقوق کارگر تقاضای یک تشکل کمیته دفاع از این زندانیای کارگر کردند. در تاریخ 11/11/92 در شهر مهاباد با حضور جمع کثیری از زنان و مردان کارگر اقدام به تشکیل یک مجمعی نمودیم که این مجمع در ساعت اولیه رئیس مجمع رو انتخاب کردن با اکثریت آرا. بعد سه زندانی و خانواده های ایشون درباره علت دستگیری و اینکه چرا اینا کمیته و تقاضای کمیته دفاعی کردن برای این دوستانمون حرفای زدن. بعد حاضرین اونجا در اون مجمع پیشنهادات و نظرات مختلفی دادن تا به این نتیجه رسیدیم این کمیته رو به اسم کمیته دفاع از زندانیان کارگر مهاباد به نام محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آبخراباد اسم گذاری کردند. بعد به انتخاب شدن هیئت اجرایی این کمیته رأی‌گیری شد، بعد هیئت اجراییش انتخاب شد، بعد سخنگویش رو انتخاب کردم. هدف از تشکیل این کمیته هم اطلاع رسانی و آگاه نمودن مردم از علت بازداشت و محکوم نمودن این دست از احکام صادره علیه تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند جرمی جز دفاع از حقوق اولیه و ابتدایی خود و هم طبقه هایشان که همانا وضعیت فلاکت بار زندگی و برچیده شده هر گونه نابرابری در جامعه و ایجاد تشکلات مستقل کارگری و دیگر مطالبات به حق اجتماعی کارگری. لازم به ذکر من بهتون بگم که به هیچ عنوان این کمیته نمیتونه احکامی که از طرف قاضی پرونده داده شده ما بتونیم اثری روی این پرونده بکنیم و اینو نقصش بکنیم، این حکمایی که بهشون دادن اینا رو نقص بکنیم، چون اولا ما توازن قوایی نداریم به اون شکل که بخوایم اعتراضاتمون رو گسترده تر کنیم تا بتونیم فشار بیاریم تا این به اصطلاح احکام شکسته بشه. به هیچ عنوان ما چنین به اصطلاح قدرت و توازن و قوایی رو نداره. کوروش بخشنده، تا کنون اگر برای شنوندگان ممکنه توضیح بدید که اقداماتی رو که در دستور کارتون گذاشتین چی هستش؟ ما همینه که اطلاع رسانی بکنیم، به خانواده های اینا کمک بکنیم، اخبارهای صحیح و درست و از تو زندان که از طرف خانواده هاشون به ما میرسه، از اوضاع سلامتیشون به اصطلاح و چیزایی که در داخل زندان و در این ورم خانواده هاشون ما بتونیم به اینها کمک کنیم. ممنونم از توضیحاتتون. اما این سه کارگر به چه اتهامی دستگیر شدن؟
دوستان ما در تاریخ 15 و 17 11 91 از طرف اداره اطلاعات مهابات دستگیر شدند و اتهاماتشون عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلات کارگری، شرکت کردن در مراسماتی چون اول ماه می ها و روز جهانی زن 8 مارس بوده که به مدت 52 روز فکر کنم در شرایط سخت بازداشتگاه اطلاعات بودن. بعدن آقای محمد مولانایی و یوسف آبخرآباد با قرار وثیقه 25 میلیونی و واحده سیده با قرار وثیقه 40 میلیونی به صورت موقت از زندان آزاد شدند. در تاریخ 18/6/92 از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب حکمی به این سه کارگر و فعال کارگری دادن که هر کدوم از اونا رو به 2 سال حبس تعزیری محکوم کردن. وکیل ایشون آقای عباس جمالی نسبت به این احکامی که صادر شده بود اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر آقای یوسف آبخرآباد رو و واحد سیده رو همون به دو سال محکوم کرد. ولی چون محمد مولانی 76 سال داره بعد از مریض از لحاظ جسمی حکم ایشون رو به 1 سال تعزیری محکوم کردن. بعد اینا چندین بار مأمورین به در خونه این دوستان ما رفتن تا اینها رو بازداشت بکنن ولی اونا سر کار بودن. تا اینکه که در تاریخ 13/11/92 اینا مراجعه کردن به شعبه اجرای احکام مهابات تا خودشون رو تحویل بدن ولی اون روز اینا رو تحویل نگرفتن. روز 14 که دوباره مراجعه کردن اینا رو بازداشت کردن و مستقیما به زندان مرکزی شهرستان مهابات منتقل شدن. با توجه به اینکه این خانواده ها خانواده های کارگری بودن و الان سرپرست این خانواده ها نون آورای این خانواده ها در زندان به سر میبرن، شرایط خانواده های این کارگران در چه وضعیتی هستش؟ چگونه به سر میبرن؟ من مختصری از زندگی لکیکیشون رو بهتون بگم. آقای محمد مولانایی 76 سال عمر داره، 11 سال کارگر شهرداری بوده، در حال حاضر بازنشسته است و ماهیانه 340 هزار تومان حقوق میگیره. 150 تومانشو به حساب محمد تو زندان واریز میشه. خب اونایی که زندان رفتن تو زندان و شرایط زندان رو میدونن، هر یک نفر تو زندان هزینه زندان برابر با 5 نفر از بیرون از زندانه. شما فکر کنید 340 تومان در این شرایط اقتصادی من، 340 تومن حقوق این دوست من، این کارگر منه، 150 تومنشو به حسابش میدادن. این خانواده داره، همسر داره، بعد کارگر مستأجر. فکر میکنید با چطور میتونن با این بقیه بتونن زندگی داشته باشن؟ واقعا در حال زندگی فلاکتباری رو دارن سپری میکنن. واحده سید دارای همسر و 2 فرزنده، واحده مخارج و هزینه زندگیشو از طریق مسافرکشی تامین میکرد و خانوادهش الان مجبور شدن برن در یکی از دهات اطراف شهر مهابات یه منزلی رو به اصطلاح اجاره کنن. درآمد الانشون که سرپرستشون تو زندانه همون یارانهایی که دولت به اصطلاح به حسابشون میریزه و بعضا هم کمک بعضی از دوستانشونه. و یوسف آخرآباد داره همسر، یه دختر 4 ساله داره. ایشون آخرین شغلشون کارگر پمپ بنزین مهابات بود، مستأجره. بعد خانومش مجبور شده بره یه در محکودکی استخدام بشه با ماهی 150 تومن. ایشون یه منزلیو به سرای اجاره کرده به 300 تومن. شما فکر کنید 150 تومن حقوق این دوست کارگر منه، این خانوم دوست کارگر منه، این ور باید 300 تومن بده. واقعا این 3 خانواده، من خبرایی هم از شاروخ زمانی دارم، شاروخ زمانی هم خانوادهش بهتر از این 3 نفر نیستن که تو زندان هم. واقعا این کارگران زندانی خانواده هاشون در شرایط خیلی خیلی سخت دارن زندگی میکنن. بله واقعا تاسف‌باره و جای تاسف داره. اما شما یک فراخوانی داده بودید برای کمک به این خانواده ها و این زندانیان. جریان فراخوان کمک به این خانواده ها چی هستش و کسانی که بخوان کمک بکنن از چه طریقی میتونن این کمک ها رو بکنن؟
امروز شعار ما فعالین کارگری اتحاد و همبستگی. الان دوستان ما تو زندان هم شرایط خانوادیشون، من یه مختصری شو برای شما بیان کرد. ما امروز باید دوباره ثابت کنیم که واقعا با هم همبستگی داریم، اتحاد داریم، به دار این خانواده های زندانی برسیم. این خانواده ها در محیط بالای شهر زندگی نمی کنن. در محیط کارگری و پایین شهر دارن زندگی. دیگر کارگرها چشماشون رو باز کردن و دارن این خانواده رو زیر ذره‌بین گذاشتن. ببینن اوضاعشون چطور میشه. آیا این آقایان دوستای ما، این کارگرانی که معترض میشن به این زندگی فلاکتباری که برای ما به وجود اومده، آینده خانواده‌هاشون چی میشه؟ دوستان من، عزیزان من، امروز ما به کمک این کارگران زندانی برسیم، به دادشون برسیم. حال ما به اصطلاح با جلسات مختلفی که به اصطلاح داشتیم و بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم یک شماره حساب مستقیم، این شماره حساب هر دوستی، هر فعال کارگری دوست داشتن به اینا کمک بکنن، مستقیما این شماره حساب خودشونه، یعنی دیگه هیچ رابطه و چیزی توی این مسائل دخیل نیست و مستقیما این پول به حساب این خانواده ها میره. و بیایید اتحاد و همبستگیمون رو بیشتر بیشتر کنیم. من اگه دوست دارید این شماره حساب اعلام بکنم تا شنوندگان شما بشنون و به داد این خانواده های کارگری برسن. حتما خوشحال میشیم این کار رو بکنید و از همین تریبون اعلام بکنید به تمام زنان و مردان آزادی خواه و کسایی که میتونن در خارج از کشور و یا داخل کشور به این خانواده ها کمک بکنن، از این طریق بتونن خبردار بشن و این شماره حساب رو در دسترسشون قرار بدیم که بتونن این کمک ها رو به اصطلاح ارسال بکنن. ممنون میشم که این شماره حساب رو در همین جا اعلام بکنید. این شماره حساب به حساب به اسم آقای واحد سیده است، بانک اقتصاد نوین، 113-800-490-244-71، بانک اقتصاد نوین به اسم واحد سید. دوستان میتونن از خارج به اینا کمک بکنن و من از فعالین کارگری و دوستان خود من در این ایامی که ایام عیده و برای ما که نیست، برای خوب یه رسم و رسومی داریم، حتما به این خانواده سر بذار. حتما این مدتی که تحتیل این بچه های اینا چشم به راه هستن، دوستان من به اینها سر بزنید. توی مدت تحتیلی به این خانواده سر بزنید که احساس تنهایی نکنن. این رو به دوستان داخل کشور میگم، اینایی که اطراف اونجا هستن و میتونن حتما برن به این خانواده یه سری بزنن. ممنونم کوروش بخشنده، واقعا زحماتی که شما میکشید برای حمایت از این خانواده ها تحسین برانگیز و قابل تقدیره. خیلی ازتون سپاسگزارم از طرف رادیو آزادی زن از اینکه وقتتون رو در اختیار این تریبون و این رادیو گذاشتید. ممنونتونم. خواهش میکنم، شما زحمت کشیدید. در ضمن آزادی مهداد صبوری یکی از عضوهای کمیته هماهنگی برای ایجاد برای کمک ایجاد تشکلات کارگری که امروز اعزام شدن به خانواده مرداد و تمام خانواده کارگری من تبریک میگم. بله ممنونم ازتون، روز خوبی رو براتون آرزومندم. همچنین روز خوبی برای شما و شنوندگان عزیز. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو آزادی زن که تا این ساعت از شب رو با ما بودید. برای ارتباط با ما لطفاً به وبسایت www.azadizan.net به آدرس ایمیل و شماره تلفن‌های اعضای شورای مرکزی سازمان آزادی زن مراجعه کنید. همینطور با مراجعه به ایمیل آدرس nushin.qadri@womansliberation.net ما رو در جریان نکته نظرات، انتقادات، پیشنهادات و سوالات خودتون قرار بدید. اوقات خوشی رو برای شما آرزومندم. Let's go, let's go, let's go.
Oh,